همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه و نتیجه آن، روز سه‌شنبه بار دیگر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق و رهبر آن را به واکنش واداشت. کمال قلیچدارآغلو با انتقاد از تصمیم شورای عالی انتخابات در شمارش برگه‌های فاقد مهر رسمی گفت شورای عالی انتخابات قدرتش را از مردم یا از حاکمیت قانون یا از قانون اساسی نگرفته، بلکه این قدرت از یک منبع خاص و یک قدرت سیاسی ویژه به آن محول شده و چنین قدرتی نمیتواند یک قدرت واقعی باشد. اما بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه که پس از اعمال تغییرات در قانون اساسی پست کنونی او دیگر وجود خارجی نخواهد داشت، هم ترجیح داد این گونه از نتیجه همه پرسی دفاع کند. او گفت اینکه گفته شود میزان مشروعیت به درصد آرای رای دهندگان بستگی دارد درست نیست. بیان چنین مواضع غلط و اشتباهی با هدف آسیب زدن به نتیجه انتخابات تلاشی بیهوده است. اراده ملت این انتخابات آزاد را به این نتیجه رسانده و کار تمام است. در پرتو همین پیروزی کمرنگ، سمت رئیس جمهور که تاکنون یک سمت فراحزبی بود، شکلی دیگر به خود میگیرد تا رجب طیب اردوغان علاوه بر برخورداری از مجموع اختیارات گسترده در اداره کشور، همزمان رهبری حزب عدالت و توسعه را هم بر عهده داشته باشد.